سلام آرش هستم، به این ویدیو خیلی خوش اومدین. اومدیم با چالش جدید کلش آف کلنز، فنا و افسردگی هالووین، بریم که این چالش رو به ساده ترین روش ممکن سه ستاره کنیم. فقط کافیه که شما سه تا مینیون کنار کلن کستل قرار بدید تا کلن کستل تخریب بشه و نیروهای توش نتونن بیان بیرون. حالا با استفاده از 5 تا بربر همه تسلاهای این قسمت رو فعال می‌کنیم و ماشینمون رو هم توی این قسمت قرار می‌دیم. 3 تا سوپر گوبلین کنار مخزن این قسمت پیاده می‌کنیم و سوپر آرچرها رو به این صورت توی این قسمت پیاده‌شون می‌کنیم تا ایگل و اسکتر شات‌های این قسمت رو تخریب بکنن. حالا هنگامی که کلن کستل به صورت کامل تخریب شد، با استفاده از سوپر گوبلین‌ها باید تانهال رو تخریب بکنیم. یه دونه سوپر گوبلین کنار تانهال پیاده می‌کنیم تا اسپل اینویزیبل عمل کنه و بعد از اون بقیه گوبلین ها رو کنار تانهال پیاده میکنیم تا یک ستاره بتونیم از این بیس به دست بیاریم. در این قسمت سوپر گوبلین ها رو که پیاده کردیم به راحتی میتونن تانهال رو تخریب بکنن. هنگامی که همه ایگل ها و اسکتر شات های این قسمت از بین رفت، کینگ و واردن و یه دونه درویت هم پشت سر اونها قرار میدیم تا بقیه اسکتر شات ها و ایگل ها رو بتونن تخریب بکنن و حواستون باشه که واردن به سمت چپ مپ باید حرکت بکنه و نباید سمت هیروهای حریف بره. ابیلیتیش رو تو این قسمت فعال میکنیم و یه دمیج خیلی خوبی بهشون وارد میشه. حالا کوین رو از این سمت پیاده میکنیم و ابیلیتیش رو فعال میکنیم. یه دونه آیس گالم هم قبل اون قرار میدیم تا حواس اینفرنوهای این قسمت رو پرت بکنه. حالا منتظر میمونیم و تا اینجا تونستیم 2 ستاره از این بیس به دست بیاریم. حواستون باید به کوین باشه تا بتونه اینفرنوهای این قسمت رو به صورت کامل تخریب بکنه. یه دونه اسپل اینویزیبل دیگه روی سر کوین استفاده میکنیم، یه دونه اسپل اسکلت وسط اینفرنوهای سینگل قرار میدیم و بعد از اون همه اسپلای خفاش رو هم همون وسط پیاده میکنیم. یه دونه اسپل فریز دیگه برامون باقی مونده که هنگامی که خفاش ها به سمت تسلا ها رفتن اون رو استفاده میکنیم تا بتونن به خوبی اون قسمت رو هم از بین ببرن و با استفاده از همین روش ساده شما میتونید 3 ستاره از این بیس دریافت کنید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. بقیه چالش ها رو هم میتونید از همین چنل تماشا کنید. 2 تا ویدیو اینجا بهتون پیشنهاد میدم که میتونید به عنوان ویدیوی بعدیتون انتخاب کنید. خیلی دوستتون دارم و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.